شخصیتایی که بیماری روانی داشتن. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدین با یه ویدیو دیگه با موویشن. آقا من چند وقتی نبودم، میدونم دلتون واسه هم تنگ شده بود، ولی خب دیگه الان برگشتم که کلی ویدیوی باحال بسازم واسه تون و کلی با هم دیگه کیف کنیم. این ویدیو راجع به شخصیت انیمیشنیه که بیماری روانی داشتن و از مشکلای روانی رنج می‌بردن. اگه بفهمید شخصیت و کاراکتر مورد علاقتون یه بیماری روانی داشته، چه حسی بهتون دست میده؟ و اینکه بفهمید به خاطر اون بیماری روانی بوده که اون شخصیت تو دل شما جا باز کرده، باز چه حسی بهتون دست میده؟ بریم ببینیم کدوم شخصیت ها بیماری روانی داشتن و بیماری روانیشون چی بوده و علتشون چی بوده. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بالای صفحه هم فعال کنید تا ویدیوهای جدیدمون واسهتون بیاد. برو بریم. السا تو انیمیشن فروزن. همون میدونیم که السا با این توانایی به دنیا اومده که میتونه با دستاش برف و یخ درست کنه، ولی خب نمیتونه اون تواناییشو کنترل کنه. یعنی توی اوایل فیلم، اوایل انیمیشن هم دیدیم که حتی نزدیک بود به خواهرش آسیب برسونه. خاطر همین اون همیشه ترس آسیب رسوندن به اطرافیان و عزیزانش رو داره، واسه همین خودش رو همیشه توی اتاق حبس میکرد. خب هیچ آدم معمولی این کارو نمیکنه، هیچ آدم عادی نمیاد خودش رو تو اتاق حبس کنه. احتمالاً به آگورافوبیا یا همون حراس از مکانهای شلوغ مبتلا. آگورافوبیا در واقع یه اختلال استرابیه که فرد از مکانهای شلوغ یا بسته و جاهایی که توشون امکان فرار سریع وجود نداره میترسه و میترسه که کنترل خودش رو از دست بده. همچنین یه بیماری دیگه که باعث میشه السا واسه خودش یه قصر یخی درست کنه، اختلال پارانویا یا اختلال همون بدگمانی میشه که اینطوری السا میخواد خودش رو از آسیب‌های اطرافیانش و مردم حفظ کنه. توی این اختلال، در اثر این اختلال، فرد به شدت به همه مشکوکه و فکر میکنه همه میخوان بهش آسیب برسونه. آریل انیمیشن پریدریایی کوچولو. اول انیمیشن ما میبینیم که آریل به جمع کردن وسایلی که توی اعماق دریا گم شدن میپردازه و حتی اون وسایل به دردش هم نمیخوره. یه اختلال هست به اسم کیوپتومانیا که بهش جنون دزدی هم میگه. افراد مبتلا به این بیماری هم همش دوست دارن یه چیزی بدزدن، حتی اگه اون چیز به دردشون نخوره یا یه چیز بیارزشی باشه که خودشون هم بتونن اون وسیله رو خریداری کنن، اما دلشون میخواد که اون وسیله رو بدزدن و یا از جایی بقاپن. احتمالاً آریل اختلال احتکار و یا همون هوردینگ دیزوردر هم داره و همراهش جنون دزدی. مشکل دوم آریل چیه؟ مشکل دومش اینه که اون عاشق یه آدم میشه و فکر میکنه که برای رسیدن به اون آدم حتما باید شبیه آدم ها پا داشته باشه و میتونیم بگیم که مبتلا به بیماری بادی دیسمورفیاه و افرادی مبتلا به این بیماری هن که نسبت به یه عضو از بدن خودشون حساسیت یا نارضایتی دارن و انقدر این موضوع ذهنشون رو درگیر میکنه که این نارضایتی توی زندگیشون تأثیر میذاره و باعث میشه که اونا دوچار بیماری بشن. کاپیتان هوک انیمیشن پیتر پن. خب ما توی انیمیشن پیتر پن یه تمساحی رو میبینیم که همه جا هستش و کاپیتان هوک به شدت ازش میترسه و همچنین اون تمساحی یه ساعتی خورده که با صدای تیک تیک اون ساعته کاپیتان هوک میفهمه که این تمساحه داره نزدیک میشه. همچنین میدونیم هم که اون تمساحه دست کاپیتان هوک رو خورده. خب این عادیه که اون کابوسش رو ببینه و وقتی اون تمساح رو میبینه استراب داشته باشه و استرس داشته باشه دیگه. پس میتونیم بگیم که کاپیتان هوک از اختلال استرس پس از سانحه رنج میبره. اسکار انیمیشن شیرشا. شنیدین میگن طرف خودشیفته است؟ خب قطعا این ویژگی خوبی هم نیستش دیگه و خب اگه خیلی بیش از حدم باشه تبدیل به بیماری به اسم نارسیس میشه. شاید به نظرتون این که یکی به شدت خودشیفته باشه خیلی مشکل خاصی نیستش، ولی خب فکر کنید خودشیفته بودن با یه بیماری روانی دیگه هم همراه بشه، قطعا میشه یه آدم شرور مثل اسکار. نه اینکه اسکار خودشیفته است که شکی نیست، ولی اون یه بیماری دیگه هم داره به اسم سایکوپاتی
که در اثر این بیماری فرد اصلا احساس همدردی با افراد جامعه رو نداره و خیلی آدم ظالم و بیرحمیه و حتی بعد از کارهای ظالمانشون یک ذره هم احساس پشیمونی ندارن، مثل اسکار که برادرش رو کشت و ککش هم نگزید یا دستور قتل سیمبا برادرزادش رو داد. ملکه شیطانی انیمیشن سفید برفی و هفت کوتوله. خب میدونیم که ملکه شیطانی هم از بیماری خودشیفتگی رنج میبرد، ولی درسته با خودتون گفتید که شاید خودشیفتگی بیش از اندازه مشکل زیادی نباشه، ولی این خیلی میتونه وحشتناک باشه. مثل ملکه شیطانی که به خاطر خودشیفته بودنش از روی حسادت میخواست یه دختر بیگناه رو بکشه. بل انیمیشن دیو و دلبر. خب بل کودکی خیلی سختی داشته و مادرش رو توی کودکیش از دست میده و پدرش هم یه آدم خیلی عادی نبوده و عشق و علاقه زیاد اون به کتاب و کتاب خوندن باعث شده که مردم هم اونو یه آدم غیر عادی بدونن. ولی خب ما هم توی انیمیشن رفتاره غیر عادی زیادی از بل میبینیم. مثلا اون توسط یه دیو اسیر شد و به جای اینکه از اون دیو متنفر بشه و ازش بدش بیاد باش اساس همدردی میکرد. به این نتیجه میرسیم که بل دچار سندروم استوکهلم. افراد مبتلا به سندروم استوکهلم با گروگانگیر خودشون احساس همدردی میکنن و حتی بعضی وقتا به اونا واسه رسیدن به هدفشون کمک میکنن. و خب ما هم دیدیم که بل با دیو احساس همدردی میکرد و حتی آخر انیمیشن عاشق گروگانگیر خودش هم شد. مینیون ها انیمیشن مینیون ها یا من شرور. هممون انقدر دوستشون داریم و شیفته بامزدگیشونیم که حتی از احمق بازیاشون عصبی هم نشدیم و باحال بود واسمون. اما دقیقا مشکل همین کارهای احمقانه است. مینیون ها نسبت به محیط اطراف خودشون خیلی کنجکاو بودن و خیلی فضول بودن و همین ممکنه که اونا همشون از مشکل بیشفعالی رنج ببرن. خرگوش سفید انیمیشن آلیس در سرزمین عجیب. ما هر وقت توی انیمیشن این شخصیت رو دیدیم همیشه عجله داشت و استرس داشت و اگه دقت کنید ببینیم نه تنها که اون از استرس عصبی رنج می برد بلکه وسواس فکری هم داشت. خب بچه ها بگید ببینم، حالا که فهمیدید این کاراکترا از این بیماری روانی رنج می بردن، احساستون و نظرتون راجع بهشون چیه؟ توی کامنت ها بهمون بگید، لایک هم یادتون نره. مرسی که مثل همیشه از ما حمایت می کنید. خیلی دوستتون داریم. فعلا.